بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره عذاب و حرکت در فلسفه اسلامی با توجه به نظریاتی که در همین زمینه در مکتبهای دیگر داده شده است. چون دومین جلسه ماست، به اون که در جلسه پیش گفته شد می کنیم، ولی خیلی فهرستوار اجمالا عرض کردیم درباره ناسازگاری ها و تضادها یک گونه نظریه این است که اینها را یک سلسله امور سطحی و طفیلی و غیر قابل توجه می‌بیند. یعنی این ناسازگاری ها را به عنوان یک اصل در تکوین جهان نمی شناسد. نظریه دوم ناسازگاری ها را به عنوان یک رکن و یک اصل در تکوین جهان موجود می شناسد، ولی با دیده تأسف به اون می نگرد. یعنی می اندیشد که ای کاش در بافتمان و ساختمان جهان این ناسازگاری ها نمی بود و هر چی می بود تلاعم و سازگاری می بود. نظریه سوم، نه، ناسازگاری ها را یک اصل اساسی می داند و در این حال اینها را لازم و ضروری می شناسد. نه یک سلسله امور نبایستنی، یک سلسله امور بایستنی. در باب حرکت هم گفتیم نظریاتی از نظریه ای که حرکت را اساساً غیر واقعی می شناسد و نظریه ای که حرکت را بسیار سطحی و عرضی می شناسد. در واقعیت اشیاء که همون ذرات به اصطلاح زیمغراتیسی هست هیچ گونه تغییری را جایز نمی شمارد. و نظریه سومی که نظریه ارسطوست که نه، در واقعیت گوهر اشیاء هم قائل به تغییر هست، ولی به شکل کون و فساد، یعنی تغییری دفعی و حدوثی دفعی و بعد در فاصله این حدوثها و فناها ثبات. و نظریه چهارمی که نظریه حرکت جوهری است، حرکت را این گوهر و ذات اشیاء می داند و به هیچ نحو قائل به ثبات نیست و هیچ چیزی را، هیچ ماده ای را و هیچ حقیقتی را در این عالم طبیعت در دو لحظه به یک حال نمی بیند.
گفتیم که این سیرها اگرچه از یونان شروع می شود و در دو شاخه شرقی و غربی جریان پیدا می کند، در شاخه شرقی اسلامی در یک شکل، یعنی مسئله ناسازگاری ها در شکل اموری لازم رکن و لازم و ضروری و حرکت هم در حد حرکت جوهری، در شاخه غربی هم در همین مسیر این دو مسئله جریان پیدا کرده است. در فلسفه های غربی هم، مکاتب غربی هم، هرچه جلوتر آمده است برای ناسازگاری ها و تضاد ها اصالت بیشتری قائل شده است و حرکت را هم اصیلتر و درونیتر و عمومیتر از پیش دانستند، به همین نظریه نزدیک شدند که ثباتی در این جهان نیست. تقریبا میتوان گفت که اینها را که عرض کردم اگر مقدمه بنامیم، این مقدمات یکسان جریان پیدا کرده است، البته نه یکسان کاملا یکسان، با دو رنگ با دو شکل، ولی تا یه حد زیادی به یک دیگر نزدیک شدند. ولی به مرحله نتیجه گیری که رسیده است، دو نوع نتیجه گیری مختلف از اینها شده است. و البته این نتیجه گیری های مختلف به علت این است که در عین این که این دو شاخه اندیشه در عین این که این دو شاخه اندیشه به یک دیگر نزدیک شدند، در پاره ای از مقدمات برداشتهای مختلفی داشتند. نتیجه گیری که در مشرق زمین از این مسئله شد این است که اکنون که جهان زمان و مکان یک واحد حرکت است، معنی این که یک واحد حرکت است یعنی اگر شما جهان را اینجور احساس می کنید، یک چیزی که گذشته اش و آینده اش گویی با هم موجود است، این خصلت ذهن شما. تمام جهان همیشه در یک حالت میان گذشته و آینده است، گذشته فانی شده و آینده نیامده، و اون چرا که شما حال می نامید، اون دم اگر درست درش دقت بکنید، نیمش گذشته است و نیمش آینده است. جهان یک حدوث دائم است. اگر در گذشته می رفتن سراغ این که جهان کی حادث شد و کی فانی می شود،
میگوید این کی ندارد، همیشه دارد حادث میشود. جهان همیشه همینطور، اگر الان ما فرض بکنیم جهان حتی به این صورتی هم که هست نباشد، اگر معدوم مطلق می بود و در یک آن حادث می شد، چجور شما می رفتید سراغ اون علت که اون علتی که جهان را حادث کرد چی بود؟ این حالت مداوم جهان است، دائما دارد حادث می شود، نه در یک زمان گذشته حادث بوده است. به قول مولوی، البته او از یک دید عرفانی می گوید، ولی بسیار این دید عرفانی با اینکه دو نوع برداشت و دو نوع تفسیر است، از نظر نتیجه با این منظور یکی است. هر زمان نو می شود دنیا و ما تا آخر شعرهاش، هر لحظه جهان نو می شود. یک حقیقت حادث یک حقیقت وابسته است، گذشتهش نمی تواند علت حاضرش باشد، چون گذشتهش معدوم همیشه. یک حقیقت حادث به دلیل حدوثش وابسته به یک علت است، به یک علت ماورایی. خودش رو نمیتواند توجیه بکند، یعنی خودش نمیتواند علت خودش باشد، گذشتهش نمیتواند علت حالش باشد، و حالش نمیتواند علت آینده اش باشد. بله، گذشته اش میتواند شرط، یعنی یک علت به اصطلاح فیزیکی، نه علت فلسفی. گذشته میتواند شرط و مجرا برای حال و برای آینده باشد، و حال میتواند شرط و مجرا و مقدمه و معبر برای آینده باشد. مانند هر راهی که قسمت اول یک راه شرط رسیدن به قسمت دوم است، نه علت رسوندن به قسمت دوم. ما اگر در یک راه گام برمی‌داریم، ما اگر از اینجا حرکت می‌کنیم، می‌خوایم برویم مثلا بازار، اون گام 500 ما که در جلو بازار هست امکان ندارد وجود پیدا کند، مگر اینکه گام‌های قبلی وجود پیدا کرده باشد. به اون قسمت آخر محال ما برسیم، مگر اینکه قسمت‌های وسط رو طی کنیم. ولی این نه به اون معناست که این قسمت‌های وسط راهند که ما را می‌رسانند. اینها فقط معبر ما، مجرای ما، شرایط رسیدن ما به اون نقطه هست. در مغرب زمین، بیش از این اگر بخوام این مطلب رو توضیح بدم از بحث های دیگرم باز میمونم. در مغرب زمین مسئله به شکل دیگری توجیه شد، به طوری که نتیجه درست مخالف اون نتیجه، اگر این خانم نیستن اینجا خیلی بهتر از یک کسی از آقایون جاشو بهشون بده. اینجا به این شکل که این دو اصل را، اصل ناسازگاری و اصل حرکت را، به یک دیگر پیوند زدند و گفتند که ناسازگاری علت حرکت است، ناسازگاری
توجیه کننده حرکت است و این از اون سخنانی بود که در جهان خیلی انعکاس پیدا کرد، به اصطلاح معروف بازتاب وسیعی پیدا کرد. بعد خود ناسازگاری از کجا پیدا شد؟ اینجاست که تا مقدمه‌ای که منتهی شده است به این نظریه توضیح داده نشود، این مطلب روشن نمی شود. این نتیجه گیری از منطق کسی شد به نام هگل و منطقش به نام دیالکتیک که اتفاقا خودش از این منطق چیز دیگری را نتیجه گیری کرد. منطق ساخته و پرداخته هگل برای خودش یک نتیجه داد و برای برخی از شاگردانش معکوس نتیجه‌ای که برای او داد نتیجه داد. باید ببینیم هگل چی میگفته است. تا سخن هگل روشن نشود نمیشود سخن پیروان هگل را تشریح کرد، نقاط قوت یا نقاط ضعفش را روشن کرد. هگل یک اختلاف بسیار اساسی با همه فلاسفه جهان ابراز کرد. آمد گفت آقا فلسفه یعنی چه؟ بعد خودش جواب داد، گفت فلسفه یعنی توضیح جهان هستی. بعد گفت توضیح جهان هستی از چه راه؟ بعد خودش جواب داد، گفت که تا کنون فلاسفه جهان توضیح جهان هستی را از طریق علیت خواستند، از راه یک اشتباه به یک مقایسه دیدن در امور جزئی میتوان اشیاء را از راه علت و با قانون علیت توضیح داد. مثلا به یه نفر ببینید که عصا دستش گرفته است و دارد میلنگد. آقا خدا بد ندهد، چرا دارید میلنگید؟ بله زمین یخ بسته بود، آمدم بیرون پام سر خورد زمین خوردم، مثلا استخوان پام از بند در رفت یا استخوان پام مثلا عیب کرد، حالا فعلا بستم. خوب علتشه که میگوید انسان دیگه سکوت میکند، پس توضیح داد چرا من دارم میلنگم، چرا عصا دستم گرفتم، چرا پام رو بستم. آقا این آب چرا یخ بسته است؟ آقا در چند درجه سرما زیر صفر رو میگه نمیبینی؟ سرما چند درجه زیر صفر است؟ خب آب یخ میبنده. پس آب اون سماور چرا بخار شده است؟ آقا اون یه نمیدینی، خب بیش از اون 100 درجه حرارت بهش دادن. میگوید که خیال کردم که جهان را هم با علیت میتوان توضیح داد. به دو دلیل نمیشد. یکی این که ما فرض بکنیم جهان را توضیح بدیم به علتی و علتش را به علتی و علتش را به علتی، آخرش یا به جایی میرسیم یا نمیرسیم. اگر به جایی نرسیم پس به توضیحی نرسیدیم، چون وقت ما الف را بخواییم توضیح بدیم به ب، باز ب خودش نیاز به توضیح دیگری دارد، اون جیم است،
پس الف هم باز نیاز دارد در توضیح به جیم، چون الف در توضیحش به ب نیاز دارد، خود به احتیاج به توضیح دارد. جیم، جیم هم دال، دال همه هر چه بره الا غیر انتهایه، پس جهان توضیح دادنش. اگر هم برسد به علت نخستین، بگید این درست، ولی در یک جا میستد و اون علت نخستین هست، میگه باز هم این فلسفه نیست، این توضیح نیست. چه ممکنه کسی سوال بکند که خب خود علت نخستین چی او را توضیح میدهد؟ یا لااقل چرا علت نخستین علت نخستین شده است؟ باید به صورت یک مجهول باقی میماند، پس جهان بی توضیح. از راه علیت توضیح پذیر و همه فیلسوفان جهان از مادی و از الهی خواستند جهان را از راه علیت توضیح بدن، نشده است. یک کسی آمده است علت العلل را خدا دانسته است، یه نفر سوفسطائی و ایدئالیست شده است علت العلل را در واقع ذهن دانسته است، دیگری مادی شده است اون علت را ماده دانسته است. ولی به اونجا هم که برسیم بالاخره بدون توضیح براون میمونه. پس توضیح اساسی جهان توضیح از راه دلیل است، نه از راه علت. فرق است میان علت و معلول و میان دلیل و نتیجه. دلیل و نتیجه اون نوع عملی است که ذهن انسان انجام میدهد. مثلا شما میگید زاویه الف مساوی است با زاویه ب، زاویه ب مساوی است با زاویه جیم. اینا مقدمه است به منزله صغرا و کبرا. فورا نتیجه میگیرید که از زاویه الف مساوی است با زاویه جیم. اینجا رابطه، رابطه علیت و معلولیت نیست. نه زاویه الف علت است از برای زاویه ب، نه زاویه ب علت است از برای زاویه جیم، نه اینها علتن از برای اینکه زاویه الف مساوی زاویه جیم باشد. ولی این دوتا وقتی که زاویه الف مساوی با زاویه جیم باشد و زاویه با زاویه ب باشد و زاویه ب مساوی با زاویه جیم باشد، منطقا نمیتونه غیر از این باشد که زاویه الف مساوی با زاویه جیم نباشد. چون دلیل نتیجه رو در بطن خودش دارد، یعنی عقل حکم میکند که نمیشه غیر از این باشد. در باب علیت دو دلیل میآورد که من یکیشو گفتم یکیش یادم رفت، حالا عرض میکنم. میگه آقا در امور جزئی هم اشتباه میکنید که خیال میکنید که علیت میتونه توضیح بدهد. توضیح نداده، اون توضیح کاذب است، فریب است. اشتباه میکنید که خیال میکنید وقتی گفتن آقا آب چرا یخ بسته است، چون تن چند درجه سرما زیر صفر است، چرا تبدیل به بخار شد، 100 درجه روی صفر است. کسی اگه بپرسه آقا چرا، به چه دلیل، چرا وقتی که حرارت به 100 درجه برسد باید بخار بشود و چرا وقتی که چند درجه زیر صفر شد باید یخ ببندد، چرا عکسش نشود؟ حالا اگه عکسش میشد چه جور بود؟ اگر اینجور میبود در دنیا تناقضی بود، غیر منطقی بود که اگر آب را حرارت میدادیم یخ میبست، اگر زیر صفر میبردیم تبدیل به بخار میشد. نه، برای عقل هیچ فرق نمیکنه. منتها چون ما اینجور تجربه کردیم، اینجور دیدیم، میگیم اینجور هست، اینجور هست، غیر از این است که اینجور باید باشد. دیگه اشتباه کردیم. فرق میان اون چه هست و میان اون چه باید باشد. علیت را ما از راه تجربه به دست آورده ایم.
اگر دیدیم الف علت است از برای وجود به، به علت است از برای وجود جیم، خب ما همیشه چون اینجور دیدیم اینجورم تضاوت میکنیم. عکسش هم اگر شده بود، آقای زید پدر آقای عمر است، آقای عمر پدر آقای حسن است، آقای حسن پدر آقای حسین است، خب دیگه اینجور بوده در جریان عالم. حالا عکسش میبود نمیشد؟ عقلا دیگه اینجور بوده، ولی محال نبود که حسین پدر حسن باشه، حسن هم پدر عمر باشه، عمر پدر زید باشه. پس این هم اشتباه کردید که خیال کردید که علم و تجربه می تواند توضیح بدهد جهان را. نه، اون هم توضیح نیست، توضیح نداده، بیان کرده اون چرا که وجود دارد بدون اون که نشون داده باشد که چرا چنین است، چرا باید این چنین باشد، منطقا باید این چنین باشد و غیر این نمیتواند باشد. یه توضیح اونجاست که پای ضرورت در کار بیاد، ضرورت منطقی. اونجا که میگیم زاویه الف مساوی زاویه ب است و زاویه ب مساوی زاویه جیم است، اونجا حسابی نیست که حالا چون ما دیدیم زاویه الف اندازه گیری کردیم، دیدیم زاویه الف مساوی به، بعدم اندازه گیری کردیم دیدیم زاویه به مساوی جیم، بعدم اندازه گیری کردیم دیدیم زاویه الف مساوی با اون زاویه سوم، عکسش من گفتم زاویه الف بعد زاویه به، بعدم اندازه گیری کردیم زاویه الف شد مساوی زاویه جیم. نه، حسابی این نیست. حسابی این است که اگر زاویه الف مساوی زاویه به باشد و اگر زاویه به هم مساوی زاویه جیم باشد، نمی شود، باید زاویه الف مساوی با زاویه جیم باشد، منطقا باید باشد، نه اینکه چون دیدیم هست میگیم هست. این بود که آمد ادعا کرد اون چه فلسفه در جهان بوده فلسفه‌ای، هیچ فلسفه‌ای در جهان فلسفه نبوده، چون تکیه ی همه فلسفه ها بر اصل علیت است. و حال اون که این کار علم است، علم است که یه توجیه جزئی می کند و بعدا به درد عمل می خورد فقط، ولی فلسفه می خواد جهان رو توضیح بده، اینا توضیح نیست. خب این یه سخنی که در اینجا آمد. در این زمینه، حالا در همین زمینه دلیل، فیلسوفان اسلامی بلخصوص بو علی سینا چی گفته است، مطالب زیادی هست که زیادم ارتباط فعلا به این بحث ما ندارد، ولی خیلی مطالب عالی است که حالا فعلا سطح نظری است. این که یه حرفی که آقای هگل حرف دیگر آمد، گفت که هیچ گونه تفاوتی میان جهان عینی و جهان ذهنی نیست. باز فیلسوفان جهان اینجور می آمدن می گفتن، آقا درست ما شناخت داریم، شناخت ما هم مطابق است با جهان عینی، ما در شناخت خودمون صغرا و کبرا تشکیل میدیم، نتیجه میگیریم، استدلال میکنیم، قیاس میکنیم، نتیجه میگیریم، و در جهان عینی جریان علیت و معلولیت هست، یک رو تطابقی هست میان ذهن و عین، ولی طرز عمل کرده ذهن یه چیز است و نوع جریان عالم عین چیز دیگر. یعنی ما در ذهن برای این که به نتیجه برسیم، به قول او از راه دلیل وارد میشیم، صغرا و کبرا تشکیل میدیم، به نتیجه نهایی میرسیم. ولی عالم عین چطور؟ عالم عینم میاد صغرا و کبرا تشکیل میده و به نتیجه میرسد. گیاهان
جریانی که در گیاه وجود دارد، در حیوان وجود دارد، در انسان وجود دارد، در طبیعت وجود دارد، در آسمان وجود دارد، یعنی به شکلی است که مثلا از مقدمات به نتیجه برسد، یا این طرز عمل کرده ذهن، عمل کرده ذهن است. فیلسوفان گذشته می آمدن حساب ذهن را از حساب عالم عین جدا می کردن، می گفتن کار عالم ذهن، کار عالم ذهن استدلال است که از ماده دلیل است، کار عالم عین علیت است. ولی در عین حال با این که ما استدلال می کنیم به عالم عین، عالم خود طبیعت استدلال درش معنی ندارد، در عین حال یه نوع تطابقی هست. هگل آمد گفت نه، اینجور نیست، اینجور نیست. اولا این جدایی میان عالم ذهن و عین غلط است. ما دو چیز نداریم، یکی ذهن یکی عین، یکی درش یکی قائل به اصالت ذهن بشود، یکی قائل به اصالت عین بشود. نه آقا، ذهن همون عین است و عین همون ذهن است. موجود مساوی است با معقول و معقول مساوی است با موجود. ذهن مساوی است با عین، عین مساوی است با ذهن. بنابراین اون چه هم که در خارج در عالم عین هست به همین شکل دلیل و نتیجه است. جریان جهان هم عبور از دلیل به نتیجه است. خود علیت یک جزء کوچکی است در درون این استدلال، در درون این جریان استدلالی عینی و طبیعی. اینجا بود که آمد پایه یک دیالکتیکی را ریخت بر اساس استدلال و استنتاج و از دلیل به نتیجه رفتن و عین همین را داشتن. حالا اینجا یه مطلب دیگری میاد. در عالم ذهن قدما هم قبول داشتند، منتهاش میگفتن چون مربوط به عالم ذهن و اعتبار هست این یه حساب دیگری دارد. در عالم ذهن اونجا که ذهن یه چیزی را مقدمه میگیرد و چیزی دیگری را از او استنتاج میکند، میگفتن رابطه ضروری حکم فرماست. از باب این که مثلا یه معنا انتزاع میشود از معنی دیگر، مثلا اگر از یک عالم فیلسوف قدیمی پرسید آقا عدد 4 چرا 4 تاست، گفت این دیگه چرا نداره، لازمه عدد 4 تا بودن هم هست، یا باید 4 تا بودن وجود نداشته باشه، به الا اگه 4 تا بودن وجود داشته باشه نمیتونه که زوجیت یعنی جفت بودن وجود نداشته باشه. اون وقت میگفتید پس عدد 4 رو کی 4 کرده است؟ به هیچ کس دیگه، یه امر ضروری نیست، این لازمه لاینفک است، یک امر انتظایی است. این دیگه کسی 4 را جفت نکرده است، نه اینکه اول 4 ایجاد شده است، اون که ایجاد کرده هر کس یا یک 4 خاصی را ایجاد میکنند. اینجوریست که اول 4 را ایجاد میکنند بعد هم جفت بودن را به او میدهند. نه دیگه، جفت بودن لازمه ضروری، ضرورت منطقی ایجاب می کنند. مثل یه از مثلا دیگه آقا
خود چهارتا را کی چهارتا کرده است؟ دیگه چهارتا هم که چهارتا باشد این یک ضرورت منطقی است. این دیگه بی‌نیاز، این علیت در اینجا حکم فرما نیست، از بابی این که از نظر قدما یک امری است، در واقع تفسیر است که ذهن میکنه، یک دو واقعیت نیست در اینجا. در ضرورت‌های منطقی ظاهراً دیگه علیت قدما قبول داشتن که دیگه علیت معنی ندارد در اینجا. حالا آقای هگل وقتی که آمد طبیعت را، هستی را بر اساس ضرورت‌های منطقی، یعنی بر اساس همون جریانی که ذهن در توضیح می‌دهد، همین جوری که در ذهن این هر معنی ندارد، حالا زاویه الف مساوی با زاویه ب و زاویه ب مساوی با زاویه جیم، کی زاویه الف را دیگه بعد مساوی با زاویه جیم کرد؟ این دیگه چی ندارد؟ علت ندارد، این لازمش ذاتی شده اصطلاح. هگل آمد طبیعت را بر اساس استدلال عبور از دلیل به نتیجه توضیح داد، قرن مسئله ضرورت منطقی یعنی بینیازی از علت ماورا در طبیعت هم به سوخی داد. چون دلیل خودش توضیح دهنده نتیجه است دیگه، بعد از این که دلیل توضیح دهنده نتیجه است، سؤال از علت معنی ندارد. هر چیزی مقدمش دلیل برای مؤخر، همون مقدم خودش مانند یک دلیل این را نتیجه میدهد، نه مانند یک علت اون را به وجود بیاورد که بعد هزاران سوال در باب علت به وجود بیاد که آیا این علت، علت ایجابی است یا علت اعدادی است، علت در زمان معلول وجود دارد یا وجود ندارد. نه، این مسائل مطرح نیستیم. حالا رسیدیم تا اینجا. بعد آمد در باب استدلال ها یه شاهکار هم به عقیده خودش کرد، گفت خیلی خوب، حالا که دیالکتیک عبارت است از استدلال، از دلیل به نتیجه رفتن، در طبیعت هم جریانش جریان از دلیل به نتیجه رفتن است و ذهن هم کارش این است و ذهن این هر دوی چیز هستن، این از کجا شروع می شود و به چه ترتیب شروع عمل می کند؟ اینجا به یک سخن دیگر رسید، یعنی این کاروان آقای هگل از اینجا شروع به کار کرد. گفت ها، اول چیز هستی است، اول دلیل خود هستی است، یعنی از هستی اولین اصل، نخستین اصل به قول او هستی است. بعد گفت که هستی یک چیزی است که نیستی از او استنتاج می شود، اون چنون که از هر دلیلی نتیجه استنتاج می شود. به این شکل گفت هستی، ولی هستی را اگر بدون اضافه به یک شی همجور خودش را در نظر بگیری، پوچ است، بی‌معنی است، پس هستی نیست. پس هستی نفی خود را در درون خودش دارد، اون چنون که هر دلیلی نتیجه خودش را در درون خودش دارد. پس هستی اثباتی است که نفی خودش را در درون خودش دارد، هستی نیست. یا بگید هستی نیستی است. هستی نیستی را نتیجه داد، نیستی از بطن هستی متولد شد، نیستی
از بطن هستی متولد شد. تصدیق انکار را در بطن خودش داشت و دارد. این دوتا هستی و نیستی با هم دیگر، این بچه‌ای که دشمن مادر خودش هست، نفی کننده مادر خودش هست، که از بطن او زاییده شده است، با یک دیگر یکی شدن، یکی میشن و یکی شدن. از جمع میان این دوتا، ترکیب این دوتا، شدن به وجود آمد، شدن محقق شد. شدن یعنی باز نتیجه دومی، که نتیجه اول این بود که نیستی از هستی نتیجه شد، اون چنون که هر نتیجه از دلیل در میاد و بعد همین طور که هر نتیجه به نوبه خود دلیل می شود برای نتیجه دیگر، این دلیل و نتیجه با یک دیگر ترکیب می شود و از اینها شدن و حرکت به وجود میاد. از اینجا دیگه این قافلش به راه می افتد. بعد از شدن چی به وجود میاد، از چی به وجود میاد، یک دستگاه بسیار وسیعی آمده ساخته است به قول خودش برای توضیح هستی، که تا کنون کسی چنین توضیح نداده است. حالا در این فلسفه به این بیان تضاد، ناسازگاری، چون هستی نیستی که نفی اوست که اون رو نفی میکند، یعنی ناسازگاری دیگه، نفی هر چیزی عین ناسازگاری با اوست. حالا آقایان طلابی که با آشنا هستن نگه اینجا حمله اولی ذاتی یا حمله شایع ثنایی و هم اشتباه شده، خیلی از این اشتباه جعفه یکل هست، میتونیم ما توضیح بدیم. هستی نفی خودش رو در بطن خودش دارد، نفی خودش دارد یعنی ناسازگاری خودش در بطن خودش دارد، و دیدیم که از این ناسازگاری چی به وجود آمد؟ شدن به وجود آمد، یعنی شدن استنتاج شد. پس ناسازگاری که شدن را، حرکت را تولید می کند. از سوی این حساب حرکت را چی چیز توضیح می دهد؟ نیستی را چی توضیح می دهد؟ هستی. شدن و حرکت را چی توضیح می دهد؟ ناسازگاری هستی و نیستی. چون باب دلیل و نتیجه است، سراغ از علیت دیگه در اینجا معنی ندارد. این طرز بیان خاصی بود که آقای هگل کرد در شروع دیالکتیک خودش. در فلسفه هگل اراده های زیاد و بسیار اساسی وارد است. به طور فهرست درباره همین قسمت هایی که گفتم اشاره می کنم. این که می گوید علیت نمی تواند توضیح بدهد، سخن درستی نیست. علیتی که بنابر فلسفه اصالت وجود میان وجودات است، او علیت ماهیات است، ولی بنابر اصالت وجود علت معلول را توضیح میدهد، مسئله بسیار عالی و در سطح بسیار بسیار عالی. اجمالا بدونید که این سخن درستی نیست. سخن دومش ذهن و عین یکیست، عالم عین هم مانند عالم ذهن جریان استدلالی درش حکم فرماست. نه ذهن و عین یکیست و نه هم عالم عین جریانش از قبیل عبور از مقدمه به نتیجه است. و از همه بالاتر
این نوع استدلالی است که میخواد هست نیستی را از بطن هستی استنتاج بکند، اون چنون که هر نتیجه ای از مقدمهش استنتاج می شود. در یه سخنرانی دیگه یه وقتی من گفتم گیرم اصل حرف هگل درست باشد که هستی قطع نظر از هر چیز دیگر چون تعین ندارد پس هیچ و پوچ است، که خود این حرف باطل است. گیرم هم این زور باشد که می شود اصالت ما دست راستی های کرسی هگل، دست چپی های کرسی هگل. گروهی از شاگردهای او که همون چپگراها باشند منطق هگل را پذیرفتند، فلسفه هگل را نپذیرفتند. یعنی متد بینش هگل را که دیالکتیک بود پذیرفتند، ولی جهان بینی او را که یک جهان بینی نیمه الهی و نیمه مادی است، یعنی یک جهان بینی است که نه الهی او را قبولش دارد و نه مادی قبولش دارد، چون خدا را قبول دارد ولی خدایی که او قبول دارد مادیین هم او را قبول ندارن، الهیون هم او را قبول ندارن. خدایی است در درون این دستگاه، نه خدا به اون معنا و مفهومی که همه فیلسوفان جهان و همه انبیا گفتن، چون اصل علیت را که خدا را به عنوان علت نخستین نمیخواد بشناسن. اینها که منطقش پذیرفتند آمدن ادعا کردن که ما از منطق هگل پوستهاش را دور انداختیم، هستهاش را پذیرفتیم. از جمله پوستهایی که اینها به قول خودشون دور انداختند این مسئله عینیت ذهن و طبیعت است که دور انداختنی هم هست. ولی در عین این که این را دور انداختن، یه چیزی که فقط از همین می شود اون را نتیجه گیری کرد، یعنی یک فرقی که بر پایه همین اصل فقط گذاشته شده است و جز بر پایه این نمیتوان گذاشت، بود نگهش داشتن. یعنی به قول خودشون پوسته را انداختن، پوسته ی پوسته را نگه داشتن. چی بود؟ پوسته ی پوسته این بود که هر زد بعد از این که اصل پوسته این بود که جرایان طبیعت همون جرایان دلیل و نتیجه است، پوسته ی پوسته این بود که در دلیل و نتیجه دیگه سؤال از چرا و علت معنی ندارد، ضرورت منطقی است. لما و بما در اونجا معنی ندارد. این پوسته ی پوسته بود. آمدن گفتن نه آقا، بازگشت کردیم به اصل علیت، رفتیم دنبال اصل علیت، نه اصل ضرورت منطقی و دلیل و امثال اینها، بلکه جریان طبیعت جریان علیت است، جریان ذهن هم جریان علیت است. بسیار خوب، حالا به اینجا چه رسیدن؟ در این حال پوسته ی پوسته رو میخوان نگه دارن. پوسته ی پوسته همین بود که از هر در طبیعت هم از هر مقدمه اون چه که پیدا می شود به شکل مقدمه و نتیجه است و نتیجه ضرورت منطقی حکم فرماست. ضرورت منطقی یعنی این که این نتیجه از اون مقدمه به دست میاد دیگه چرا ندارد، چرا معنی ندارد. در اونجا چرا معنی ندارد، این علت معنی ندارد، سؤال از علت غلط اساسا. با این که روی فلسفه هگل دیگه سراغ از علت در اینجا غلط است و یک ضرورت منطقی است، و چون به همون بیانی که عرض کردیم چون ناسازگاری میان اثبات و نفی هست از ترکیب اونها شدن به وجود میاد، اینو دیگه نگه داشتن. در صورتی که ما اگر اون پوسته را از فلسفه هگل رها بکنیم دو مرتبه باز افتادیم تا
روی همون قلتک اصل علیت باز جهان را با اصل علیت میبینیم، باز دو مرتبه روز از نو، روزی از نو، باز همه مسائل دو مرتبه عیناً تکرار میشود. بسیار خوب، حالا که اینجور است، جریان جریان علیت است، نه جریان مقدمه و نتیجه، و از طرف دیگر هم جهان ما جهان حرکت است، و در جهان حرکت یعنی هیچ چیزی در دو لحظه به یک حال نیست، بلکه هیچ چیزی در دو لحظه ثبات ندارد، وجود ندارد. آیا میتواند گذشته علت به اصطلاح فلاسفه علت ایجابی نه علت اعدادی و تعبیری که اول عرض کردم نه مقدمه و معبر و مجرا بلکه که وجود دهنده، علت به معنای فلسفی وجود دهنده، آیا میتواند گذشته وجود دهنده یا آینده باشد؟ یا گذشته فقط شرط است و معبر است و مجرا است؟ بدون گذشته آینده امکان ندارد. حال وابسته به گذشته است، گذشته وابسته به زمان حال است. یک رابطه لایتخلفی میان گذشته و آینده است، اما رابطه لایتخلف به این شکل است: اگر گذشته نبود حال نبود، و اگر حال نباشد آینده نیست. یعنی گذشته شرط لازم حال و حال شرط لازم آینده است، ولی آیا گذشته شرط کافی آینده است؟ آیا معدوم شرط کافی حادث موجودی است که حالا داره حادث می شود؟ یا نه؟ باز رسیدیم به همون اصل اول، حالا که چنین است و همین هم درست است، نه اصل حرف هگل. یعنی باید بریم دنبال اصل علیت، و حرف هگل با خود هگل دفن شد. وقتی که اصل علیت شده، این جهان ما با تمام روابط علی و معلولیش همه یک قافله ی حرکت را به وجود آوردن، یک قافله. این دیوار هم که شما میبینید خیال میکنید دیوار ده هفته پیش اون نیست، دیوار یه هفته پیش هم نیست، دیوار یه ساعت پیش هم نیست، دیوار یه دقیقه پیش هم نیست. همچی دیشه ایست میان دو حاشیه، حاشیه گذشته، حاشیه آینده، حاشیه گذشته معدوم و آینده معدوم. یعنی از نظر وجهه طبیعت، این طبیعتی که ما داریم میبینیم، این طبیعتی که ما داریم میبینیم، یعنی اون چرا که ما طبیعت میبینیم، یک حاشیه میان معدوم گذشته، معدوم آینده، یک حدوث دائم، یک حدوث مستمر، یک سیلان دائم، سیلان به معنی سیلان به وجود آمدن، یک فوران دائما، فوران نه فورانی که مثل یک چشمک ما مثلا در حساب ما که میبینیم اون که قبلا آمده فشار میاره روی بعدی، یا بعدی که مخواد بیاد فشار میاره روی که قبلی بوده، نه، فورانی که هر مرتبه که فوران پیدا میکنه مرتبه قبلش نیست. اینجاست که مسئله مطرح است، جهان از کجا میاد و به کجا میرود؟ آیا واقعا این از نظر طبیعت است که یک حالی است در میان گذشته و آینده؟ ولی چهره دیگری جهان دارد که در چهره دیگرش و طور دیگر است، جور دیگر است. این است که تمام استدلال هایی که بعد پیروان هگل از قبیل مارکس، از قبیل ما و اینها کرده اند بر اساس دیالکتیک هگل بوده، که اون دیالکتیک چون بر اساس دلیل و نتیجه بود، اگر اون مقدمات غلط قبول میکردیم به قول هگل خودسان بود، خودسامان بود. دستگاه دیالکتیک یک دستگاه خودسان، خودسامان بود و به ماورای خودش احتیاج نداشت. ولی اونها که
هم ما قبول داریم هم شما قبول دارید که اینها پوست هست، پوسته بود دور ریخته شد. پوسته پوسته این است که آقا حالا که پس تضادها علت است برای حرکتها و حرکت به طور ضرورت از تضاد ناشی می شود. بابا حرف هگل بود که حرکت به سو به طور ضرورت از تضاد نتیجه می شود. خود هگل هم نمیتونست توضیح بدهد که حرکت معلول تضاد هاست. علم هم که هگل به اون علم اعتنا نداشت، علم هم صد در صد درد هگل میگوید. علم از علیت سخن میگوید. این است که فرضیه تناسل خودروی مارکس دستگاه بینیاد از ماورای ما او و امثال اینها یک اساسی است مبتنی بر یک پوسته دیالکتیک هگل. این است که این نتیجه گیری که از دیالکتیک هگل شد در باب این که تضادها می توانند حرکتها را توجیه بکنند و نیازی به علت ماورایی نیست در فلسفه مغرب زمین، یعنی البته در شاخه ای در قسمت های مادیش ولی قسمت های الهی مغرب زمین که اینجا فکر نمی کنند، این خودش یک استنتاجی است بر اساس یک نظریه هگلی که خود نظریه دور انداخته شده، اون قسمت پوسته نظریه هگلی که دور انداخته شده. حالا گذشته از این مسئله که ما نمیخوایم به طریق جدل بگیم که چون دیگران قبول ندارن، اونام قبول ندارن، ما هم قبول نداریم، پس دیگه مطلب چنین. وقتی که مطلب افتاد روی قلتک علیت، این هرگز مسئله تضاد را به شکل هگلی قبول ندارن. حالا مسئله ناسازگاری ها اون چنان که ما گفتیم معنیش این بود که در جهان میان اجزاء جهان ناسازگاری ها هست که در جلسه پیش عرض کردیم و این ناسازگاری ها شرط ترکیب ها و تکامل ها هستند. به تعبیر دیگر اشیاء متخالف و ناسازگار از یک جهت ابتدا که به هم میرسن با هم میجنگن، دعوا دارن، یه خورده که با هم دعوا کردن بعد آشتی میکنن و این آشتی به عشق و ازدواج میانجامد و دنبال این عشق و ازدواج است که فرزندی به نام اون مرکب به وجود میاد. یعنی مثلا دو عنصر جریان ناسازگاری ها در عالم اینجور است، عناصری که با یکدیگر ترکیب میشن، وقتی به هم دیگر میرسند درست مثل این که حالت جنگی با هم داشته باشن، یعنی این کوشش میکنه او رو تحت تاثیر خودش قرار بده، این کوشش میکنه این تحت تاثیر خودش قرار بده، این روی اون اثر میگذاره، این روی اون اثر میگذارد. ولی وقتی خیلی از اثر خودش این به اون داد، اون از اثر خودش به این داد، در یک سطح متعادل و متشابهی قرار میگیرن. تو قول قدما معنی مزاج یعنی تعادل برقرار میشود. تعادل که برقرار شد یک موجود عالی‌تر به نام مرکب به وجود میاد. این است که اگر این تضادها نمی بود، اگر این ناسازگاری ها نبود، جهان به حالت اول خودش باقی بود، همون گازهای پراکنده، همون عناصر پراکنده، هیچ التیامی در کار نبود، هیچ مرکبی نبود، هیچ تکاملی نبود، نه معدنی بود، نه نباتی بود، نه حیوانی بود، نه انسانی بود، یکی از اینا نبود. ولی این ناسازگاری ها یعنی ناسازگاری ها میان دو شیء بیگانه مثل دو عنصر.
جریان طبیعت اینطور نیست. کجا عالم طبیعت چنین نشون میدهد که ناسازگاری ها در شکل هگلی باشد؟ که او میخواد جهان به اینجور توضیح بدهد، گذشته از اینکه عرض کردیم اصل حرفش درست نبود، از نظر تطبیقش با طبیعت درسته. آیا جریان طبیعت به طور مداوم این است که همیشه هر چیزی، نه، تکامل از این راه رخ بدهد که همیشه هر چیزی نفی خودش را در درون خودش داشته باشد؟ یعنی اول متولد بشود، بعد یک تنازع درونی در درون خودش میان خودش و خودش پدید آید، و در مرحله سوم ترکیب به وجود بیاد. این اصلی در جهان نیست. نمیخوام بگم که در جهان چنین چیزهایی وجود ندارد. در جهان جریانی هم، در میان جریانهای جزئی جهان چنین جریانهایی هم وجود دارد. کاری نمیخوام بگم در کجاها و چجوری، از بحثم دور میمونم، ولی جریان کلی جهان که جهان نبشه و تفسیر کرد اینجوری. آیا فرض کنید شما یه حیوان به وجود میاد، آیا انسان که به وجود میاد بیشه؟ یه نوع تنازعی در میگیرد و بعد از این تنازع یه ترکیبی و یک شیء جدیدی و یه سنتزی به وجود میاد. شاید تنها در حضرت مریم این قضیه صادق باشد، به الا در هیچ انسان دیگری این موضوع صدق نمی کند. همیشه ببینیم ما از دو تز، نه از یکی، از ترکیب دو شیء متخالف که همین تخالفشون منجر به همبستگی و یگانگی و ازدواج و یکی شدن می شود، از ترکیب چنین دو موجودی موجود دیگری به وجود میاد به نام فرزند. پس ببین دو شیء متغایر، نه این همسر از بطن اون همسر به وجود آمده است، نه اون همسر از بطن این ضرورتا به وجود آمده است. تازه فرزند که پیدا می شود، مگر فرزند باز آنتیتز پدر است یا آنتیتز پدر و مادر است؟ آیا همون حسابی که هگل کرده است، آیا ذهن که عمل می کند، فکر می کند، به نتایج می رسد، چجور است؟ یه فکر پیدا می شود، اینجور است، یه فکر پیدا می شود، بعد ضد اون فکر از درون خودش پیدا می شود، بعد نتیجه تنازع این فکر و ضد فکر یک جمله سوم، یا نه دو فکر پیدا می شود، یکی صغرا یکی کبرا، از ترکیب اینها یک سوم پیدا میشه. یا در جامعه مثلا علم جامعه که چگونه است؟ علم جامعه هم چنین است، یعنی از تضاد و ناسازگاری افکار گوناگون. من یه فکر دارم، فکر خودم میگم، شما فکر دیگری دارید، فکر خودتون میگید، از جنگ میان فکر من و فکر شما یه فکر عالی تر پیدا می شود، نه از جنگ فکر من با خودش و هم یه فکر من با خودش، و نه از جنگ فکر شما با فکر شما. این است که ناسازگاری ها نقشی دارد در حرکت. پس معلوم شد که حرکت یک حقیقت بسیار بسیار اصیل است در طبیعت و بزرگترین آینه ما برای طبیعت است، و معلوم شد که ناسازگاری ها نقشی اساسی در ترکیب ها و در تکامل ها دارند. ولی این ناسازگاری ها اولا به این شکل نیست، یعنی به صورت یک
تکی یک شاخه‌ای و طولی و زنجیری که همیشه به این شکل باشه، از این شی همیشه در درون خودش همیشه قاعده و قانون کلی طبیعت در جماد و در نبات و در حیوان در درون اتم مثلا بگیریم، بعد بیم سراغ مولکول‌ها، بعد بیم سراغ معدن‌ها، امور معدنی، سراغ عناصر، بعد بیم سراغ امور معدنی، بعد نباتات، بعد حیوانات، بعد انسان، یک قانون کلی عمومی همیشه در جهان اینجور باشه. یک چیز در درون خودش میزاد نتیجه میشود. خب از این آقایان باید بپرسیم، شما که به اصل حرکت اصل علیت قائل هستی، ما اگه فرضم بکنیم اینجوری باشه که در یه مواردی، البته نه به صورت یه قانون عام، در یه مواردی هست، خود قرآن هم استدلال میکند در بسیار جاها به اینکه خدا هست که ضدی را از ضد دیگر به وجود میآورد، به قول مولوی ضد اندر ضد پنهان مندرج، ولی اگر هر جام که چنین چیزی هست، این از درون این به وجود میاد، این خودش یه حرکت هست، تازه تضاد ناشی از حرکت هست، نه حرکت ناشی از تضاد. هگل روی حرف خودش میتونست اون حرف رو بزند، هگل روی فلسفه خودش میتونست بگوید حرکت ناشی از تضاد است، چون خود همین جوان زدن ضدی در درون ضد خودش همین خودش نوعی از حرکت است، نوعی جریان است، خود همین نوعی جریان است. وقتی خود این نوعی جریان است، پس خود این مشمول قانون حرکت است. حرکت علت این گونه تضادها در هر جام که وجود داشته باشد، نه این گونه تضادها علت حرکت ها. پس اولا قانون ناسازگاری در این شکل در جهان عمومیت ندارد، به شکل یک شاخه‌ای طولی اینجوری از ضدی در درونش نفی خودش و ضد خودش، بعد از درون این باز نفی و ضد خودش که در اینجا این دو مرحله ترکیب بشوند، بعد این از درون خودش همینجور تک شاخه‌ای بیاد، هر چیزی از درون خودش. اولا جهان به هم دیگر وابسته است، اگر هر چیزی را ما تنها بگذاریم هیچ یک قدم را نمیتونه بشه، این اولا. بعد هم فرضاً چنین چیزی باشد که در یه مواردی هم این چنین هست، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، هر جا هم که چنین باشد، باز این ناسازگارها مولود حرکتها هستند، پس ناسازگاری ها نمیتواند حرکت ها را توجیه بکند، باز باید بریم سراغ مسئله حرکت و مسئله محرک و محرک مفهوم فلسفی، یعنی باز ما رسیدیم به همون مسئله حدوث، حدوث تدریجی الی غیر الله. پس این بود که ما دیدیم که دو گونه نتیجه گیری های نتیجه گیری های مختلف از این دو اصل بسیار اساسی، اصل ناسازگاری و اصل حرکت شده است، و علتش هم این است که یک برداشت های دیگری در این کنار بوده است. دیگه من در همین جا عرایض خودم را خاتمه میدم و دیگه فعلا عرضی ندارم. سایت الله امروز روزی است که می‌دانیم جنازه استاد شهید ما خلوتایتو